نه. ایوان تو فعلا نظری نداری که من شروع بکنم قسمت که من الان بررسی کردم اینجا برای شما توضیح بدم و بخونم من نظر خواستم ندارم فقط خدمت دوستان ارز کنم که معمولا یک تاریخ نگاری سنتی وجود داره که نوشته شده و اون الان هست ما به اونها استناد می کردیم تا چند دهه گذشته ولی خیلی وقتی که تاریخ نگاری بازنگرانی به وجود اومده یا رویزیونیستی که بسیار بهتر عمل کرده با اسناد و مدارک بیشتری و تاریخ نگاری و سنتی رو به،, به, یه شکلی کنار گذاشته و خودش مستقل تفکر میکنه ما سعی میکنیم بیشتر این تاریخ نگاری رو جا بندازیم به این من کتاب رو یه مدت پیش خونده بودم ولی اینا رو تک تک خطاش رو کلی نوت نویسی کردم و اینا ولی الان دوباره با... مجبور شدم این کتاب رو در بیارم از کتاب خونم و از اول شروع کنم برای شما مرور کرده خب و یه قسمت هم که کمتر مثلا حالا ببینید همش رو نمیخوام نمیتونم همش رو... نمیخوام برای, ش... برای شما بخونم ولی قسمت که به نظرم برای تو مهم رو فعلا میخونم خب اولین کاری که میخوام بکنم اینه که یه لیستی بدم البته لیست اینجا بل... بزرگتر بلندتره ولی از کسانی که مثلا مطرح بودن و کار تحقیقاتی کرده بودن درباره محمد خب قدیمی ترینی که تو این کتاب بهش اشاره کرده یه آقای آلمانی هست به نام حالا اسمای آلمانی رو من خوب نمیتونم بخونم ولی به نظر میرسه که اسم این شخص هست گوستاف ویل گوستاف آقای گوستاف ویل فکرم نتونیم ببینید که ایشون از سال 1808 تا سال 1889 زندگی میکردن خب خیلی قدیمی ترینه این منزمرسی که اولین شخصی بوده که سعی کرده اسلام و منابع اسلامی رو به شکل نقادانه بررسی بکنه خب میگه که the german scholar gustav weil first attempted a historical critical evaluation of the earliest islamic sources in muhammad the prophet فکر کنم این آلمانی هست به معنی محمد محمد پیغمبر آه محمد در پروفیت سین این آلمانی من میخوام آه ترجمه انگلیسیش محمد در پروفیت his life and his teaching سالی, سالی که این مقاله این چاپ شده 1843 چه از چقدر وقت پیش ما خبر نداشتیم که یه کسی سر کرده به طور نقادانه بیاد منابع اسلامی, اسلامی رو استفاده بکنه که ببینه واقعا اینا از از تاریخی اعتبار دارن یا ندارن خب بخاطر اینکه اکثر تاریخ دارن توی تاریخ تمام مورخین اسلامی رو هرچی از اسلام گفتن و اینا قبول کردن به عنوان تاریخ نمیدن چک بکنن که واقعا میشه به اینا اعتماد کرد یا نه ولی دیویس سال پیش کسی توی آلمان اومده خیلی جالبه که چقدر متخصصین آلمانی روی این کار نقادانه ای تاریخ روی تاریخ مثلا بازنویسی تاریخ که بیان ببینن واقعیت داشتن یا نداشته چقدر از آلمان زیاد در اومده من نمیدونم چرا این آلمانیا روی زیاد کار میکنن ولی از همون اولش هم مثلا که از آلمان در اومده خب حالا um miguel arell we noted in another work on islam that reliance upon oral traditions and a time when they were uh, at a time when they were transmitted by memory alone uh, and every day produce new divisions among the professors of professors of islam opened up a wide field for fabrication and this distortion okay any yani, میگه که با تکیه روی سنت اورال تردیشن چجوری بگیم سنت بیانی سنت گفتاری فکر کنم سنت گفتاری ترجمه خوب باشه این به نظر چیه ما... سنت... آره، می سنت... سنت... سنت نقل قولی نقلی آره سنت. نقلی نقلی uh, میگه که با تکیه روی سنت نقل قولی یعنی به جای ما دو تا سنت داریم سنت نوشتاری و سنت نقلی که ریتن تردیشن ان اورال تردیشن مرسی سنت توی لایو دارن رامینا آوا دارن میگن سنت شفاهی سنت شفاهی بله بله سنت شفاهی داریم و سنت نوشتاری داریم خب سنت ببین مسلمان ها خیلی ادعا میکنن که چه میدونم این اسناد که مثلا حدیث از یک, یک کسی به یک کسی دیگه رفته نقل قول شده مثلا زنجیره نقل قول ها رو نگاه میکنن میگن که او نگاه کنه اعتبار این حدیث چقدر بالاست خب در صورتی که از از تاریخی سنت شفاهی ارزشش خیلی پایینه خیلی پایینه خب شما بازی، یه بازی هست بهش میگن Chinese Whisperers نمیم چی میشه؟ یه کلاغ دو کلاق چی میشه؟ بازی اسم بازی یه کلاغ یک کلاق چه کلاق خب که شما از یکی مثلا یه بازی یک کلاغ کلاق چه کلاق اگه داشته باشیم ب... اه... توجه بکنیم میبینی که نفر اول حرفی که زده نفر چلم هر چیزی رو که میگه خیلی تفاوت داره با نفر اول خب یعنی توی با یک بازی شما میتونید نشون بدین که چقدر این سنت شفاهی سنت غیر اعتبار اتبا... برای شما اینکه شما مطمئن باشین یک سری ام... یک مفهوم های باقی پیدا یک سری متنای باقی پیدا کرده خب اسلام خیلی تکیه داره روی اورال شادیشن یا سنت شفاهی خب این این شخص 200 سال پیش یک اه... یک سکالر یک محقق اومده اسلام رو بررسی کرده داره میگه تکیه روی سنت شفاهی در زمانی

بیان کردن اسلام میدونستن خودشونو بینشون شکاف ایجاد میشد یعنی گروه های مخت، فرقه های مختلف در اون زمان به شدت یعنی اون زمان سال های اولیه اسلام شکاف های مختلف و فرقه های مختلف تشکیلشون خیلی شدیدتر از الان بود خب و میگه در اون زمان میگه اون شرایط شرایط باز می کرد برای یک جایی که فبریکیشن و دستورشن خیلی زیاد بود یعنی تقلب فابریکیشن چی بگین دروغگویی و تغییر بذار و دستورشن من ترجمه فابریکیشن and دستورشن ساختگی و تحریف میگه یک شر... یک جایی برای ساخت... ساختن ساختن مثلا روا... روایت های مختلف و تحریف روایت ها تو این شرایط احتمالش خیلی زیاد خب، یعنی ما محقق داشتیم که دیوی سال پیش به این داشته اشاره میکنه خب پس این اولین آدم بود که بهش میگیم گوستاف ویل ولی شما باید توجه داشته باشین که این دیوی سال پیش این شخص دسترسی به منابعی که محققین بعدی که من میخوام بهشون اشاره بکنم دسترسیش به اطلاعاتش خیلی کم بوده ولی هنوزم در این شرایط این محقق به این نتیجه رسیده بوده محققین بعدی که مثلا یکی یکی بهشون اشاره میکنیم محققینی هستن که با اطلاعات بیشتری که بهش دسترسی پیدا کردن شکگراییشون و عدم اعتمادشون به روایت های اسلامی و تاریخی بودن داستان های محمد و اینجور چیزاشون به شدت افزایش پیدا کرد خب یعنی فکر کنم دیویس سال پیش این حرف رو زده بعدا با اطلاعات جدید شک به شدت بالا رفته تو این کتاب هم اطلاعاتی که باعث شده که محققین شکشون به روایت های اسلامی افزایش پیدا بکنه و فکر کنه این داستان ها اکثرشون ساختگیه توی این کتاب همه خیلی از این نکتهات رو میاد بررسی میکنه که اگه شما به این برنامه علاقه نشون بدین با علاقه هم مثلا لایک بکنین که من ببینم این علاقه واقعا به این برنامه وجود داره بقیه این کتاب هم میاد بررسی میکنم فعلا توی این قسمت فقط میخوام این قسمت مقدمه, مقدمه رو بررسی کنم ایوان نظری داری؟ این که ادامه بدین؟ اگه بگو اگه هرچی داری بگو که اضافش نه بخواستم آره بگم که در ادامه هم خیلی ها آمدند و این شیوه بازنگرانی خیلی, بازنگرانی خیلی گسترش پیدا کرد در تاریخ شناسی اسلامی به خصوص چون خواهر شناسی اه. خیلی اهمیت داشت در قرن 19 هم و 20 هم برای کشورهای اروپایی